آرش، در خبرها اومده بود که در اطراف بیمارستان شفا درگیری ها خیلی شدید هست، در این باره چه میدونیم؟ ببین، بیمارستان شفا حدود 20 روز پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که این بیمارستان زیر شاخه اصلی تونل‌های مرکزی و مقر فرماندهی نیروهای حماس هست. حماس اون بعد از اینکه این خبر منتشر شد تکذیب کرد، اما بعد از اون شاهد هستیم که بارها مقامات اسرائیل فایل‌های دیگری منتشر کردن، ویدیویی منتشر کردن که نیروهای حماس اونجا دارن منتقل میشن. به همین دلیل بارها هشدار داده که باید این بیمارستان تخلیه بشه. امروز حماس نیرو در واقع تایید کرد که درگیری با ارتش اسرائیل در اطراف این بیمارستان داشته، چند ساختمان اطراف بیمارستان هدف حمله قرار گرفتن و درگیری در این مورد ادامه داره. منتظریم ببینیم ارتش اسرائیل در این مورد اطلاع رسانی میکنه یا نه. نکته قابل توجه دیگر راکت پراکنیای حماس هست که از دیشب و امروز دوباره شروع شد. سه روز بود که راکت پراکنی‌ها کم شده بود. برخی اینو تحلیل کرده بودن که به خاطر اینکه عملاً حلقه محاصره شهر غزه تنگ تر شده، ارتش اسرائیل این محاصره رو ادامه داده، حملات راکتی حماس کمتر شده که حالا دوباره میبینیم از سر گرفته شده. و راکت هایی که امروز به سمت تل آویو در مرکز اسرائیل شلیک کردن، دست کم دو موردش توسط گنبد آهنی خنثی نشد و خسارت داشت و فکر کنم دو نفر به بیمارستان منتقل شدن. کوروش.